میخوام که این عمل رو بدون ساز تمرین کنم، به این صورت که همین حالتی رو که ما گفتیم روی بدن انجام میدم. میاریم انگشتامون رو به همین صورت که عرض کردم برای مهراب، این دوتا رو پشت هم قرار میدیم، به این صورت روی شکممون قرار میدیم، بعد دستمون بر میگرده به فاصله 3 انگشت. این 3 انگشت از این انگشت کوچیک ما تا این شست ما فاصله هستش. 3 انگشت اینجا فاصله هستش، این به این صورت قرار میگیره. دست ما باید حتما از بند دوم انگشت ما بشکنه برای زدن مزرا این صورت. پس بنابراین به این صورت انگشت ما در حالت صاف قرار میگیره، بعد از همینجا پرتاب میکنیم. حرکت زدن مزرا با پرتاب انگشت توام هستش به این صورت. مضراب راست رو تمرین میکنیم، روی میز میتونید این کار انجام بدید، همینطور روی شکم میتونید این کار انجام بدید. بعد این دست به این صورت باشه که ما پرتاب که میکنیم حتما به این نرمی انتهای شستمون برخورد کنه به این صورت. حالا همین رو میبریمش بعد از اینکه یه مدتی روی میز یا روی شکم تمرین کردیم، میاریمش روی ساز. همونجور که گفتم از بالای سینگیر میاریم، مضراب راست رو تمرین خواهیم کرد. مضراب ها رو با تنی میزنیم، تنی ها رو نمیزنیم، چون این باعث میشه که همه چی به هم بریزه. خیلی با تنی و روی مضرابمون رو روی سینه سل به همون صورت حرکت میدیم. همونجور که میبینید انگشت کاملا باز میشه و بعد از اینکه کاملا باز شد، البته نمیگم زیاد بازش کنید تا این بالا بیارید، همون حدی که این انگشتمون که رو هوا هستش تو همین در کنار این قرار میگیره، از اینجا این انگشتمون هم حرکت داره و کمک میکنه به اینکه دست ما با قدرت به سیم حرکت بکنه.